سلام آقای دوستان خوبم در مرکز آموزشی آترین من احمد علیزاد هستم تو این ویدیو آموزشی میخوایم نحوه طراحی یک پوستر فیلم رو با هم بررسی بکنیم پوستر که من چون علاقه ای که با های نولان دارم این پوستر رو طراحی کردم به صورت تستی اما البته اینو هم اضافه کنم که بچه ها تو قسمت تماس با ما وبسایت درخواست داشتن که توتوریال هایی که برای حالا مربوط به بحث طراحی گرافیک میشه رو بیشتر داشته باشیم و بررسی بکنیم حالا از این به بعد من سعی میکنم پوستر های این چینی کنم بعد مراحلش رو با هم بررسی میکنیم ببینیم به چه صورتی هستش این یک با ترکیب چند تا لایه همونطور که در منو لایه ها میبینیم با نهایتا پنج یا شیش تا لایه میتونیم به راحتی به یک همچین نتیجه برسیم و قطرات آبی روی همچین شیشه بخار کرده داشته باشیم اجازه بدین کار رو شروع بکنم با ساختن یک فایل جدید در سایز 20 در 27 100 دی پی باز هم میگم دقت کنید که حتما برای زمانی که میخوایم فایلی رو برای چاپ طراحی کنین سایزی که دارین استاندارد باشه و حتما رزولوشن 300 دی پی در کالر مود CMYK باشه که برای چاپ مناسب هستش میخوام کار شروع کنیم ببینیم که پنجره حالا اولین ای که من دارم لایه بک‌گراند من یک همچین ترکیب رنگی رو کار کردم با استفاده از گرادیانت و استفاده حالت سیرکل در فرمان در ابزار گرادینت مود سیرکل رو انتخاب میکنم و این رنگی که انتخاب کردیم و داریم کلیک میکنم توی این قسمت ریورس رو میزنم تا یه همچین حالتی فکر میکنم مناسب باشه برای کار ما اما برای کارمون نیاز به چند تا عکس یا استاک داشتیم که من تعدادی از اینترنت سیف کردم مثلا یه تصویر اینطوری پیدا کردم بچه ها ببینید برای اینکه بخواین بخار سرچ بکنین کلمه استیم رو میتونید سرچ بکنین که استیم گلس رو اگر سرچ بکنین به راحتی بخار رو بر روی شیشه آب مثلا استاکار اینچینی پیدا میکن درگ میکنم وارد میکنم توی صفحه ای که دارم منجا یه مقدار اینجا زیاده این خطی که من میخوام این هم تبدیل به بخار بشه با استفاده از ابزار پچ تول این قسمت رو انتخاب میکنم و درگ میکنم سمت چپ که یک قسمتی به این حالت انتخاب بشه خب فکر کنم مناسب باشه چیزی که تقریبا ما دنبالش هستیم به این صورت بچه ها حتما با توجه به اینکه میخوام این, این لایه رو دومنانی میخوام بعدا بازم استفاده کنیم یه داپلیکیت دا ازش میگیرم و لایه ای که کپی کردیم رو خاموش میکنم مدل لایه اصلیم رو از حالت نرمال به حالت لومینسیتی در میارم تا تمامی رنگ هایی که اطراف اون بود رو بگیرم بعد برای اینکه تصویر محوی رو ما داشته باشیم مثل این حالتی که من اینجا دارم از فرمان گازی بلر استفاده میکنم یعنی فیلتر گازی امبلر بلر گازی بلر. بلر رو ران میکنیم تا میان بالا مثلا تا این حد فکر میکنم برای کار ما مناسب باشه تقریبا اون چیزی که ما این قسمت داریم حالا یه مقدار متفاوت تره بستگی داره به اندازه ای که شما خودتون برای کارتون میخواین در نظر بگیریم و اون فایلی که داریم تا این حد برای من کافیه اما زمانی که بخوایم بخار آب رو بسازیم از این تصویر که کپی کردیم استفاده میکنیم و حتما نیاز به این داریم که رنگش رو بگیریم کلیک کنترل شیفت یو لایه ما رو به حالت سیاسفید یا همون دی تبلید میکنه و میتونیم استفاده بکنیم مودش رو حالت نرمال به حالت اسکرین در میارم تا اون فضایی رو میخوایم به ما بده اما نیاز به این داریم که فرمان لولز رو ران بکنیم و یه مقدار با تغییر دادن کنتراست تا قطرات آبی که داریم رو بیشتر روی این تصویر در بریم یه مقدار میبرم به این حالت میارم بالا میتون کنتراست که داریم تو این حد فکر میکنم برای کار ما مناسب باشه و اون چیزی که ما میخوایم رو به ما میده یه مقدارم اجازه بدیم با توجه به اون سفید این یعنی این رو روشنی که این بالا داریم لایه زیر رو هم لولش رو تغییر بدم به این حالت یه مقدار هایلایت ها رو هم کم و زیاد تو این حد فکر کنم برای کار ما مناسب اگه بیایم لایه که کار کرده بودیم روشن کنیم بینیم تقریبا همین فضا رو ما داریم اما برای اینکه این حالت شکلک جوکر رو در بیاریم روی این کار باز هم یک تصویر رو من سیف کردم و دارم یک حالا طرح گرافیکی از حالت جوکر این رو انتخاب میکنم با ابزار ماجیک وند و میارم داخل این تصویر بزرگش میکنم تا این حد کنم برای ما مناسب باشه اجازه بدید به این حالت در بیاد کلید کنترل رو نگه میداریم روی لای کلیک میکنیم و لایه رو به حالت انتخاب میبریم اگر که به زمانی که به حالت انتخاب باشه فرمان لیر ماسک رو اجرا بکنیم با نگه داشتن کلید Alt روی آیکون اد Layer Mask کلیک میکنم و کاملا این تصویری که داریم توی این حالت توی این شیشه در میاد نیاز داریم باز یه مقدار لبه هاش نرمتر بشه من دقت داشته باشین که حتما لیر ماسک انتخاب باشه از منوی فیلتر بلر فرمان بلر رو اجرا میکنم بچه ها میتونید کلید کنترل F رو بزنید مجددا این فرمان اعمال بشه تا به اون نتیجه مطلوبی که میخوایم برسیم من یه بار دیگه کنترل F میزنم و اجرا میکنم فرمان فیلتر بلر رو بر روی کاری که دارم تا اینجا کار ما به نتیجه رسیده اما اصلی ترین نکته که وجود داره و خیلی به کار ما جلوه میده این دوتا زمینه ای هست که ما داریم حالا زمینه ای که تصویر یک ماشین پلیسه که حالا نوراش به این حالت در اومده این رو هم از یک استاکی استفاده کردم که تصویرش رو اینجا دارم که با یه سرچ ساده کاپ یا کاپ کار توی گوگل به راحتی میشه یک همچین رو پیدا کرد و توی کار استفاده کرد میام بین این دوتا لایه و تصویرم رو درگ میکنم وارد میکنم توی این قسمتی که داریم اجازه یه مقدار بزرگترش بکنم تا این حد میخوام این, این فضایی که اینجا داریم وارد اون بخش لوگو بشه از بالا یه مقدار گسترشش رو بیشتر میکنم تا این حد فکر کنم مناسب باشه اما نکته که وجود داره اینه که حتما میدونید تو زمانی که شما دارید از یک پنجره به صورت رال بیرون رو نگاه میکنید زمانی که شیشه بخار کرده باشه تصویرهایی که پشتش میبینین عملا به حالت محون پس از فرمان بلر لنز بلر استفاده میکنیم برای اینکه تصاویری که پشت کار ما هست به حالت محو بره اما دقت کنید که حتما توی این کار با توجه به شکل ظاهری که من میخواستم نیاز به سری بوکه داشتم که این بوکه ها رو به این حالت شروع میکنم به خلق کردن شیپش رو بذارید حالت اکتاگون قرار بدم میارم بالا تنظیم میکنیم یه مقدارم برایتنس رو باز بیشتر میکنم که اون اوکی که داریم در میاد البته توی این حالت حالا ترشولد رو اگر کم بکنم بوکه ها برای من خراب میشن بوکه هایی که توی این تصویر داریم بازم کمتر میکنم البته این خیلی فضای سفید اینجا کار رو مناسب نمیکنه تا این حد فکر کنم خوب باشه بچه کاملا دیگه کار سلیقه یه دیگه خودتون میتونید تعیین بکنید که چه حدی میخواین فیلترها اعمال بشن و چه حدی میخواین بوکه داشته باشین یا به چه صورتی باشه اوکی okay, رو میزنم تا فرمان لنز بلر یا همون فیلتر لنز بلر اعمال بشه حالا میبینید دقیقا اون فضایی که ما دنبالش بودیم اینجا به دست آوردیم میتونیم یه مقدار این رو هم کمتر بکنیم تا این حد از بدین یه مقدار باز لولز رو تغییر بدم که این پایین تصاویر برگرده تا این حد فکر کنم مناسب باشه برای کار ما اما باز هم چیزی که وجود داره که من نمیخوام همه جای تصویر رنگ داشته باشه یعنی میخوام یه جاهایش این رنگه گرفته بشه پس این لایه‌ای که داریم مودش رو حالت نرمال به حالت لومیناسیتی در میارم یک اپلیکیت میگیرم با زدن کلید کنترل J از این لایه اجازه بدیم کنترل J رو میزنم یک کپی از این لایه میگیرم و به حالت نرمال تغییرش میدم اما باید حتما لرمسک رو رام بکنیم تا بتونیم اون قسمت هایی که میخوایم فقط رنگ داشته باشه کلید آلت رو نگه میدارم کلیک میکنم و با استفاده از ابزار براش در رنگ سفید حتما رنگش سفید باشه شروع میکنم به براش زدن اجازه بدی تنظیماتم 100 صد درصد کاملا مناسب کاری که ما میخوایم انجام بدیم حالا اگه شروع کنیم به براش زدن میبینیم که اینجا ها اون رنگا برمیگرده و ما اون رنگایی که میخوایم رو داریم اینجا این نور بالا رو برمیگردونم. یه مقدارم این پایین پایین حد. فقط این وسطش میخوام تقریبا همون رنگی که از قبل داشتیم باقی بمونه. تقریبا یه کار ما تمومه اون چیزی که اینجا داشتیم به این نتیجه رسیدیم و خیلی تقریباً شبیه هم حالا فقط این چون لولزی که من اجرا کردم روی این لایه تا تغییراتی رو اعمال بکنم یه مقدار با این متفاوته تنها تغییری که داره همینه در نهایت لایه های متنی من که ساختم رو درگ میکنم روی کار و میبینیم که زمانی که شما فیلتر رو اعمال میکنین به چه صورتی کار میکنه توی این تکنیک با هم دیدیم و اینکه که چجوری میتونیم یک همچین تصاویر رو خلق بکنیم البته باز هم میگم بچه ها دقت کنید زمانی که کارتون اجرا میشه ببینید بدون متن خیلی جلوه ای نداره زمانی که متن روی کار اعمال میشه و میاد لیات و اون چینشی که شما برای متنتون استفاده میکنید توی تصویر خیلی مهمه و میتونه خیلی بهش کار شما کمک بکنه بازم میشه یه مقدار لیوز رو تغییر داد اینجا مثلا روشن تر کرد فضا رو یا مثلا فضا رو تیره تر کرد فکر کنم یه مقدار تیره تر باشه بهتره و در نهایت این لایه بخاری که اینجا داریم اگر که کنترل ج بزنم داپلیکیت بگیرم رنگش بیشتر میشه با توجه به اینکه مودش در حالت اسکرین هست اگر که داپلیکیت بگیریم بطرات آب یه مقدار تشدیدتر میشه و میزان نوری که پشت تصویر بیشتر میشه اما فکر برای کار من همون تک لایه کافی باشه امیدوارم که از این تکنیک توی کارتون استفاده کنیم و لذت ببریم ممنونم که با من بودیم